سلام، خوش اومدید به برنامه هشتگ ساعت 9 و نیم صبح. قبل از ترندهای روز گذشته من یه آمار جالبی براتون آوردم بگم. سبقت رشد نصب توییتر از اینستاگرام و فیسبوک و اسنپ‌چپ جلو زده. همونجوری که توی نمودار مشاهده میکنید، 4 شبکه اجتماعی بزرگ ایالات متحده، یعنی توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، اسنپ‌چپ، تو 3 ماهه نخست سال 2019 بیش از 376 میلیون نصب از گوگل پلی و اپ استور تجربه کردن که نسبت به سال گذشته تو همین زمان رشد 3.1% داشته. اینستاگرام هم شبیه ماه قبلش بوده و اسنپ‌چپ کاهش داشته و بقیه شبکه هم که میبینیم توییتر هم 4% رشد داشته. و بریم سراغ فرماندار ماسال که فیلمشو اگه پخش کنن من روش صحبت میکنم. در مورد اظهاراتی داشتن روز گذشته درباره اجرای سند بی سی در ماسال، خبری که تایید نشد، اما همینجوری که تو تیتر میبینید قرار بوده که برای کودکان کنسرت برگزار کنن و واکنش هایی که این صحبت داشت. یکی توییت کرد یه زمانی دغدغه ملت این بود که هسته‌ای بشیم، الان فرماندار مملکت دغدغش برگزار کردن کنسرته، وای به حال روزی که بگندد نمک. یا یکی دیگه صحبت‌های امام جمعه رو گذاشت و نوشتش که اگه میخواین مردم رو شاد کنین جلوی رشوه گرفتن و گرونی رو بگیرین. یکی از هشتگ‌هایی که دیروز محفل توییتر باز شد همین مجله صدا بود با تیتر جنجالی که دقیقاً 24 ساعت بعدش توقیف شد، دوراهی جنگ و صلح. یکی از کاربرا نوشت در حالی که نشرال اینتر پست طی گزارشی بر این باور است که میتوان به راحتی نتیجه گرفت که نزدیک شدن به سواحل ایران کار آسانی نیست و نیروهای ایرانی تسلیم نمیشن، کیلومترها نزدیک قلب ایران، عده‌ای با سایه سازی جنگ مسیر سازش و تسلیم رو نسخه میکنند، به راستی که دشمن همینجاست. و یکی دیگه همین روزنامه وطن امروزه که میبینید با این تیتر جواب تیتر هفته‌نامه صدا رو داده و نوشته جنگ سوخته. روزنامه جامعه جمع امروز هم میبینید سر و صدا روی کاغذ، جوابهای روزنامه های امروز بود به هفته‌نامه‌ای که دیروز چاپ شد، هفته‌نامه صدا و تیتر جنجالیش. البته توقف شد دیگه تا بخش خبری ساعت 10.